سرخط خبرها مهم و تازه، رئیس ارتش بریتانیا از تحقیقات مستقل در مورد جنایات جنگی نیروهای ویژه‌اش در افغانستان حمایت کرد. یک سراف در فاریاب به قتل رسید و روزهای خوش در انتظار افغانها است. مشروع خبرها. جنرال سر پاتریک سندرز، رئیس ارتش بریتانیا، با نشر بیانیه از تحقیقات مستقل در مورد اتهامات و جنایت جنگی نیروهای ویژه این کشور در افغانستان اعلام حمایت کرد. یک نهاد تحقیقی بریتانیایی مستقر در لندن به نام Action on Armed Violence روز جمعه گزارش داده که سندرز بر اهمیت تحقیق در این مورد در نامه به پرسنل در حال خدمت ارتش و کهنه سربازان تاکید کرده است. رئیس ارتش بریتانیا در این نامه از تحقیقات کامل و مستقل جاری در مورد قتل‌های غیرقانونی توسط نیروهای ویژه این گروه در افغانستان بین سال‌های 2010 تا 2013 حمایت کرده است. این مقام ارتش بریتانیا با برجسته کردن ارزش‌های دموکراتیک و حاکمیت قانون که ارتش از آن حمایت می‌کند، کسان را که درباره این پرونده ادلا دارند تشویق به همکاری کرد. سندرز برای ادمینان از روند تحقیقات در این مورد پست جدید را زیر نام مدیر پاسخ تحقیق افغانستان ایجاد کرده و ماه آینده یعنی جنوری 2024 مسئولیت آن را به سرلشکر الکس تیلور سیبی که در حال حاضر به عنوان مدیر خدمات حقوقی ارتش بریتانیا خدمت میکند میسپارد. نیروهای ویژه بریتانیا متهم شدند که دست کم 80 غیر نظامی را تحت ماموریتشان در افغانستان بین سال‌های 2010 تا 2013 بدون کدام دلیل کشتند. یک سراف در فاریاب به قتل رسید. منابع ملی در فاریاب میگویند که یک سراف در ولسوالی المار این ولایت به قتل رسیده است. به گفته منابع، این رویداد شب گذشته در روستای چاغاتک ولسوالی المار فاریاب رخ داده است. یک منبع در این ولسوالی گفت که این سراف نعمت الله نام داشت و از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است. افراد مسلح ناشناس شب هنگام وارد خانه این سراف شد و او را هدف قرار دادند. نعمت الله هنگام انتقال به شفاخانه بر اثر جراحات وارد شده بر بدنش جان باخته است. رسانه افغانستان انترنشنال در سایت رسمی خود گزارش می دهد. جبهه آزادی می گوید دو جنگجوی طالبان در حمله این گروه کشته شدند. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که بر مدیریت استخبارات طالبان در ولسوالی روخی ولایت پنجشیر حمله کرده است. این گروه در شبکه اکس نوشت که در این حمله دو عضو طالبان کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی گردید. این جبهه با نشر ویدئوی در صفحه اکس خود نوشته که در این حمله بر ساختمان مدیریت استخبارات طالبان خسارات زیاد وارد شده است. توزیع زمین به مهاجران یا تاراج خاک افغانستان. مصوبه تازه طالبان مبنی بر اهدای زمین رایگان برای سکونت دائمی مهاجران اخراج شده از پاکستان این گمانه‌زنی ها را به یقین تبدیل می کند و نگرانی های فزاینده درباره برنامه های خطرناک طالبان برای تغییر بافتار جمعیتی مناطق غیر پشتونشین را تبدیل به یک تهدید بالفعل و واقعی خواهد کرد. عطاالله عمری وزیر زراعت طالبان گفته است در این وزارت درباره واگذاری زمین و اشتغال مهاجران بازگشتی از پاکستان به تصویب رهبر طالبان رسیده است. او در بازدید از اردوگاه موقتی مهاجران افغانستان بازگشته از پاکستان در ننگرهار گفت امارت اسلامی حکومت طالبان طرحی را به تصویب رسانده که با واگذاری ملک و اجاره زمین به مهاجرین بازگشته از پاکستان شغل ایجاد کند تا مردم از مشکلات و مهاجرت‌های رهایی یابند و با افتخار به کشور خود بازگردند. گفته شده که بخش از این طرح واگذاری دائمی ملک برای سرپناه و زمین برای کار است تا مردم بتوانند در این زمین ها کار کنند تا آنها تا یک سال از پرداخت مالیات معاف هستند و پس از آن مشمول مالیات می شوند. آقای عمری همچنین رئیس کمیته واگذاری زمین و املاک در کمیسیون عالی طالبان برای رسیدگی به مهاجران اخراجی از پاکستان است. اخیراً نگرانی از تصرف زمین‌های ساکنان محلی از سوی این مهاجران در برخی ولایت‌های شمالی ایجاد شده، اما حکومت طالبان گفته است مهاجران را به مناطق سکونت اصلیشان می‌فرستد. این نگرانی از زمان آغازین روزهای بازگشت طالبان به قدرت وجود داشت، زیرا در شمار از مناطق کشور به ویژه در ولایت‌های مرکزی مقام‌های محلی طالبان به کوچی‌ها مسلح امکان دادند تا املاک و زمین‌های ساکنان بومی مناطق را غصب کرده و حتی با طرح دعوایی دروغین و ادعاهای وایی منصوب به ده ها سال پیش از روستانشینان فقیر از آلق غرامتهای سنگین بگیرند. در برخی دیگر از مناطق نیز ساکنان بومی در شرایط بسیار دشوار وادار به ترک خانه ها و زمین هایشان شده تا جای خود را به مالکان و صاحبان جدید مورد حمایت طالبان بدن. این اقدامات به صورت مناطق دیگر کشور از جمله شمال، شمال شرق، غرب، شمال غرب و حتی ولایت جنوبی قندهار هم گسترش پیدا کرد و تای آن صدها خانواده به بناهای گوناگون مجبور شدند تا خانه و زمینشان را واگذار کنند و آواره شوند.
در یکی از ولایت‌های شمالی حتی متوسل به یک توطئه عجیب شدند و افراد را با ظاهر ترسناک به نام جن در روستاها مستقر کردند تا روستایان ساده دل را بترسانند، آدم بکشند، آتش بزنند و در نهایت آنان را مجبور به فرار کنند. از سوی دیگر جابجایی آرام جمعیت از جنوب به شمال نیز همواره ادامه داشته و بارها واکنش برانگیز شده است، اما اعتراض و دادخواهی و شکایت ساکنان محلی هرگز رای به جای نبرده و در نهایت مهاجرین جدید با حمایت طالبان مالک خانه و زمین ساکنان بومی در تخار و جوزجان و بلخ و فاریاب و غیره شدند. در کنار آن ایجاد شهرک‌های با ظرفیت هزاران خانه و زیرساخت‌های رفاهی و خدماتی دیگر مانند بازار، شفاخانه و مکتب غیره در مناطق هزارنشین، تاجیک‌نشین و ازبک‌نشین از شمال تا جنوب مرکز کشور نیز دیگر برنامه طالبان برای تغییر ترکیب جمعیت این مناطق بوده است که شمار از این شهرک‌ها هم اکنون آماده شده و مهیای پذیرش و اسکان مالکان تازه هستند. با راه اندازی پروژه احداث کانال قشتیپه که گفته می شود زمین های اطراف آن قابلیت اسکان و تامین بیش از 3 میلیون نفر را دارد، این پروژه قومی مبتنی بر جابجایی جمعیت ابعاد تازه‌ای پیدا کرد و گمانه‌زنی ها و هشدارها درباره امکان انتقال پشتون های پاکستانی در مناطق شمالی و صدور تذکره برای آنان روز بر روز تجدید شد. به این ترتیب مصوبه تازه طالبان مبنی بر اهدای زمین رایگان برای سکون دائمی مهاجران اخراج شده از پاکستان این گمانه‌زنی‌ها را به یقین تبدیل می‌کند و نگرانی‌های فزاینده درباره برنامه‌های خطرناک طالبان برای تغییر بافتار جمعیتی مناطق غیر پشتون‌نشین را تبدیل به یک تهدید بالفعل واقعی خواهد کرد. البته انتقال پشتون‌ها به شمال و مرکز کشور و اسکان آنها در مناطق خوش آب و هوا و حاصلخیز ریشه‌های نیرومند تاریخی دارد و رژیم‌های خودکامه قومی و شاهان سلطجو و ستمگر پشتون در طول تاریخ آن را ادامه داده و اجرا کردند، اما آنچه اکنون طالبان روی دست دارند به مراتب خطرناکتر، پیچیده‌تر و دارای پیامدهای بسیار بزرگ اجتماعی، فرهنگی و امنیتی است. با باور کارشناسان در صورتی که این طرح تازه به اجرا درآید این رویداد نه تنها امنیت ملی کشور را با خطرات ویرانگر تازه روبرو میکند و امکان بروز جنگهای خونین قومی را بار دیگر تجدید خواهد کرد، بلکه در عین حال پیامدهای خطرناک برای امنیت کشورهای پیرامون افغانستان به ویژه جمهوری‌های آسیای مرکزی و حتی روسیه و چین خواهد داشت، زیرا با جابجایی صدها هزار پشتون پاکستانی و جنوبی در شمال افغانستان این منطقه در همسایگی منطقه نفوذ روسیه و چین به یک بمب ساعتی تبدیل می شود و امنیت آسیای مرکزی را در معرض تهدید دائمی صدور تروریسم قرار خواهد داد. بنابراین ابعاد این پروژه خفناک هرچه زودتر باید مشخص شود و در صورتی که نگرانی های مطرح شده و درست باشد جلو آن همین اکنون باید گرفته شود، زیرا تجارب تاریخی نشان داده است که تعلل و تعنی و تأخیر سودمند نیست و موجب پشیمونی به اثر خواهد شد. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوی بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوی من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید.